ببین حالا وقتی من جلوی تیم سری دست ده الان تو لایوه من صحبت میکنم خودم خندم میگیره. تیمسار ایزدستا هرگز به من نگفت، یک بار نگفت جناب سروان نمکی، همش سرکار نمکی. من سرکار نمکی بودم زیر دست ایزدستا، به قرآن جدی میگم. ولی وقتی دستور میداد دیگه ما با یه نمونه شو من براتون بگم، مینو سپر فرمانده گردانمون بود، نمره قبولی در نیروی هوایی 75 بود، ایشون پالیسی گردان رو گذاشت 85، من امتحان دادم شدم 80. یک هفته پشت در اتاقش بودم، یک هفته تا منو بپذیره. وقتی پذیرفت رفتم تو، کلامو احترام کردم، کلامو برداشتم بغلم گذاشتم، احترام پامو جوب کردم، سرش تو نامه ها بود. من دارم مقام فرمانده رو میگم ها، سرگرد مینوسپر به من سرش رو بعد از یه 2 دقیقه که من سیخ واشده بودم و نمیدونستم چه کار باید بکنم، سرش رو بلند کرد و گفت ها چیه؟ گفتم شما منو خواستید. گفت آره. میخوای بگی همه تواناییت همین بود؟ من همینطوری سیخ مونده بودم، نه حرفی میتونستم بزنم نه چیزی. گفت برو. احترام کردم، عقبگرد کردم و کلامو گذاشتم سرم، احترام کردم، عقبگرد کردم و از در اتاقش اومدم بیرون. به جون بچه هام 15 سال تو نیرو هوایی هر چه امتحان دادم 100 گرفتم، چون همیشه این حرف، این حرف یک کلام حرف چیز رو سر من بود. گفت میخوای بگی همه توانایی این بود؟ حالا شما ببین ایزدستا وقتی به من دستور میداد من اصلا نمیتونستم اظهار نظر بکنم، میگفتن این همه چیز رو برآورد کرده. یه روز اومد به من گفت خب انتخاب کرد، منو انتخاب کرد. من کارنت معلم گانری بودم، کارنت گانری شبانه معلم بودم، کارنت بودم، منو انتخاب کرد. یک خلبان جوان دیگری رو هم انتخاب کرد که لیدر 3 بود و تازه هنوز چیز پرواز نکرده بود، دو راید گانری شبانه سولو پرواز نکرده بود، یه راید سولو پرواز کرده بود فقط، ناصر حقجو. ناصر حقجو ایشون رو گذاشت شماره، آره شماره 3، من شماره 2. قرار بر این شد که من ایشون خود تیمسار ایزدستا جلو میره، فلیلا رو میندازه رو ناو آرتمیز، من پشت سرش میرم فلیلا رو میندازم رو ناو آرتمیز، همینطور یه حالت انکور انجام میدیم، فلیلا رو میندازیم، ناصر عقجوب بره 7000 پا، بره 7000 پا نگاه کنه برای اینکه فردا شب ناصر عقجوب بره چیز بندازه، فلیر بندازه یا دیگران، تو بال دیگران یا خودش. آقا تیمسار ایزدستا دوچار اشکال شد، سری اول که انداخت 8 تا پلیر باید مینداختیم، سری اول یکی دو سه تای اول که انداخت گفت من هواپیمام اشکال داره میرم، رفت برای نشستم، من موندم اون ناصر حقجو. حالا تو فکرشو بکن، من فکر میکنم ناصر حقجو 7000 پاس و منم دارم میرم رو آرتمیز پلیر میندازم، من انداختم تا پلیرها تموم شد. وقتی صدا کردم ناصر رو دیدم خبری نیست، دیدم هیچ صدایی نمیاد. نگو این از من که جدا شده. ببین اشلانه به راست داد ایزدستا، اشلانه به راست داد که گردش آخر به سمت آرتمیس باشه، ایشون بره کرد بره 7000 پا، یا من اشتباه دارم میکنم 5000 پا، ما 3000 پا باید مینداختیم، سطح دریا بود 3000 پا. این ناصر نگو همونجا که گردش کرده ورتیگو شده و با کابین عقبش هم یه پسر جوانه بسیار کرده بسیار با استعداد خوبی بود به نام محسن فاضل، اینا رفته بودن تو آ و منم که اصلا در حال فرمیشن پریدن بودم با تو بال تیمسار ایزدستا. آقا وقتی کارم تموم شد اومدم، مصطفی تو کاروان اومده بود، فهمیده بودن دیگه، فهمیدن که سانحه دادیم. مصطفی به من گفت نمکی یه دور از همون جایی که
ایز استاتو رو برد، برو تمام مسیر رو، همون مسیر رو برو تا روی آرتمیس. من دوباره اومدم از روی فرودگاه مسیر رو ادامه دادم، رفتم تا اونجایی که از تو بال ما ناصر اقجو جدا شد، رفتم رو آرتمیس، دوباره برگشتم. منظور مصطفوی این بود که مصطفوی فرمانده پایگاه بود، تیمسار ریاهی جانشینش بود، هر دوشون تو کاروان بودن. گمان میکنم تیمسار ریز دستتام که رفت نشست، رفت تو کاروان پیش اینا. خلاصه ما اومدیم و هر جا رو نگاه کردیم آتش سوزی چیزی ندیدیم. گزارش کردیم، بنزینم دیگه کاملا ته کشیده بود، مینیمم بود. اومدم و فرود اومدم، ناصر حقجو رفت، ضربه شدیدی به روحیه بچه های گردان، چون ناصر بچه محبوبی بود، خیلی شوخ و چنگ بود، خیلی بچه محبوب بود، و ضربه بسیار شدیدی به روحیه خلبان های گردان اومد. اما یک سرچن رسکیوی برای این انجام داد نیروی دریایی و نیروی هوایی که در تاریخ شاید سابقه نداشت، ولی نشد تیارش رو پیدا کنی، که نشد، که نشد. و این داستان بود. اومدن یه تیمی اومد، تیمسار ایزاستان میدونه یک همدوره ایشون بود یا یه خورده از ایشون بالاتر، همدوره مثلا همین کیمیاگر و اینا بود، به نام منصوری، سروان منصوری، با آمریکایی‌ها اومدن بوشهر. اومدن بوشهر برای به اصطلاح بررسی این سانحه و ببینن چی به چیه. منو خواستم توی بریفینگ و گفتن خب بگو ببینیم چی شد. من از اون اول بریفینگ تا آخر بریفینگ که تیم ساری زاستا بریف کرده بود، عین اون چه گفته بود گفتم. یه تیکه رو که گفتم اینا اصلا هاج و واج موندن. گفتم تیمسار جام سرگل دیزستا به ما گفت این روی دریا فلر میندازید مثل اینه که رو آینه فلر بندازید. یادتون باشه شما باید دقت داشته باشید، شما باید این جریان آینه رو برای اینا گفتم. آقا اینا اصلا کف زدن، کف آمریکایی ها کف زدن برای ایزستا، کف زدن. خلاصه بلند شدیم تمام شد. به هر حال این بزرگانی که هستن همشون جهانبانی هن، جهانبانی هن، جهانبانی هن. برای من ای تیمسار ایزدستا جهانبانیه، هوشیار جهانبانی بود. اصلا نمیشه واقعا بگم نیروی هوایی مدرن مدیون ایناست. ببخشید.